هوافضای سپاه پاسداران اوایل هفته جزئیاتی از رمزگشایی پهپاد پیشرفته آمریکایی را اعلام کرد و گفت ایران به اطلاعات دقیقی از محلهای عملیاتی این هواپیمای بدون سرنشین دست یافته است. انتشار این خبر کافی بود تا بلافاصله در رسانه‌های خبری دنیا انعکاس یابد و به تحلیل درباره نتایج آن بپردازند. رفتار آمریکایی‌ها در این بین جالب توجه است. مهندسی معکوس هواپیمای جاسوسی RQ-170. بعد از حدود 4 ماه سکوت خبری بار دیگر هواپیمای پیشرفته جاسوسی RQ-170 به رسانه ها بازگشت. ایران recommencé à construire une copie d'un drone américain. ایران ظاهرا نسخه برداری از هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی را شروع کرده است. Iran's military says it's decoded the US drone. ایران اعلام کرده اسرار فناوری پیچیده و پیشرفته پهپاد آمریکایی را رمزگشایی کرده و در حال مهندسی معکوس و نسخه برداری از آن است. Military officials in Iran say they're building a copy of a US surveillance drone. یک مقام نظامی در ایران گفت این کشور قصد دارد نمونه مشابه هواپیمای بدون سرنشین آمریکا را بسازد. 13 آذر گذشته بود که یک صفحه خبر موجی از اظهار نظرهای همراه با تردید و شگفتی را به قاب تلویزیون برد. بر اساس این خبر ایران توانسته بود هواپیمای جاسوسی آمریکایی RQ-170 را که از پایگاه شیندند قندهار در افغانستان برای جاسوسی وارد حریم هوایی ایران شده بود را به دام بیاندازد و با کمترین خسارت در خاک ایران به زمین بنشاند. این پهپاد پیشرفته ترین هواپیمای جاسوسی بدون سرنشین است. در قسمت بالای هر بال برآمدگی های وجود داره که محل نصب حسگرهای ارتباط ماهواره‌ای موسوم به ساتکام هستند. ویژگی اصلی این هواپیمای بدون سرنشین قدرت تصویربرداری با استفاده از لنزهای فوق پیشرفته در حالتها و شرایط مختلف و نیز توان استراق سم هستش. این هواپیما از امکانات راداری منحصر به فردی برخورداره که هم از طریق ماهواره و هم از پایگاه مبدأ یا حتی امریکا قابل کنترله. پس از اعلام این خبر طبق معمول مقامات نظامی و سیاسی امریکایی شروع کردند توانایی دانشمندان ایرانی را زیر سوال بردن. من به این مسئله که ایرانیان تونسته باشن این هواپیما رو سرنگون کنن بسیار بدبین هستم. دیدگاه مقامات آمریکایی در این باره که کنترل این هواپیما رو از دست دادن و این هواپیما در مرزهای ایران فرود آمده باورپذیرتره. اما پس از آن که ایران تصاویر این هواپیما را رسانه‌ای کرد، شکست دیگری در پرونده واشنگتن به ثبت رسید. پس از آنکه ایران در 4 دسامبر خبر دستیابی به هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی را اعلام کرد، مواضع آمریکا مدام تغییر کرده است. ابتدا آمریکا خبر را تکذیب و سپس به طور ضمنی به آن اذعان کرد. با سقوط هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی‌ها در ایران، ارتش آمریکا فناوری‌های ارزشمند فوق‌العاده محرمانه ای را از دست داده. این هواپیما برای ایران به منزله جام قهرمانی و غنیمت جنگی است. این بار پس از اعلام جزئیات رمزگشایی از این هواپیما، سناریوی تکذیب و تایید آمریکایی‌ها در حال تکرار شدن است. این حادثه شکست بزرگی از لحاظ فناوری برای آمریکا بود. همچنین سیستم جمع‌آوری اطلاعات این هواپیما اهمیت زیادی داشت. I haven't been briefed on it at all, so this is a first this morning with the announcement from Tehran. برای امریکا اصلا خوب نبود که هواپیماش در خاک ایران سقوط کنه و ایرانی‌ها به اون دست پیدا کنن. ولی یقین دارم که ایرانی‌ها اکنون نمیتونن از این هواپیما کپی برداری کنن، چرا که هواپیمای مذکور بسیار پیچیده است. مقامات اطلاعاتی که من با آنها صحبت کردم معتقدند که ایران قادر نیست مهندسی معکوس در این هواپیمای پیچیده انجام دهد. روزهای آینده بار دیگر اثبات خواهد شد که توانمندی متخصصان ایرانی تمام تردیدها را به یقین تبدیل می‌کند.